خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران چهره عوض کردند. کم نیستند زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی خود را تنها نمی‌بینند. اعتراض این جوانان فارغ از جنسیت هر روز شکلی به خود می‌گیرد. آفرین که همه با دوست دخترشون اومدن. روزی سوار بر موتورسیکلت و روزی دیگر پای پیاده. نسلی که از یک سو گوشش از تبلیغات ایدئولوژیک حکومت پر است و از سوی دیگر بر مزاحمت‌های خیابانی چشم نمی‌بندد. اینجا دانشگاه تهران است، پردیس هنرهای زیبا. ماموران حراست با دانشجویان درگیر شدند و این پاسخ آنهاست. شعارهایی که مدت هاست اصل و اساس حکومت را نشانه گرفته. این هم واکنش به مأمورانی است که اطراف دانشگاه اصفهان به دختران تذکر حجاب می‌دادند. از آغاز اعتراضات سراسری پارسال به جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس و سرکوب خونین آن که به روایت ناظران حقوق بشر بیش از 500 کشته بر جا گذاشت، شماری از چهره‌های سینمای ایران کشف حجاب کردند. در تازه‌ترین مورد برای این بازیگر دو پرونده قضایی تشکیل شده. شقایق دهخان در یکی از پرونده‌هایش متهم به جریحه دار کردن عفت عمومی است و فعلاً برایش قرار کفالت صادر شده. بر سر نداشتن حجاب در جمهوری اسلامی برای زنان جرم انگاری شده. قانون مجازات اسلامی برای زنان بدون حجاب از 10 روز تا 2 ماه زندان یا از 200,000 تا 1,000,000 تومان جریمه نقدی در نظر گرفته. قانونی که مشروعیتش زیر سوال است، اما طیف تندرو آن را کافی نمی داند. این واکنش خبرگزاری فارس است به جریمه نقدی پانتا بهرام و کتایون ریاهی. شمار زنانی که در اقصی نقاط ایران در خیابان روسری از سر بر می دارند، مدام رو به افزایش است. حکومت اما با همه تبلیغات و تهدیداتش از این سیل عقب مانده و نمادش را از دست رفته می بیند. حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است. ما نسبت به حجاب نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. جدایی از بحث شرعیش و اعتقادیش، این نماد جمهوری اسلامی، اگر قرار شد در کشور حجاب نباشه، دیگه اسم جمهوری اسلامی گذاشتن خیلی معنا پیدا نمی‌کنه. پس حجاب رو ما بارش باید تأکید کنیم. این گفته های معاون حقوقی رئیس جمهوری بی واکنش نمانده. جمهوری اسلامی بدون حجاب معنا نداره. به نام زن، زندگی، آزادی، سیاوش نامدار ایران. من این بچه رو با بی‌پدری بزرگ کردم. لیلا شهریور پارسال سیاوش را در جریان سرکوب اعتراضات در تهران از دست داد. این سیاوش ایرانه. سیاوش محمودی 16 ساله بود که در خیابان کشته شد. مادران و خواهران سیاوش ها اگرچه سوگوارند، اما مسیری را آغاز کردند که بعید است بازگشتی داشته باشد. علی خردپیر، بی بی سی.